پوتین در روسیه تلاش میکنه که خودش رو به عنوان یه قهرمان برای مردم روسیه و مردم فدراسیون روسیه جا بندازه و به همین دلیل شیوه سرکوب در روسیه با ایران کاملا متفاوت هستش. ولی واقعیتی که وجود داره اینه که ایران و روسیه، جمهوری اسلامی و روسیه، شیوه سرکوب متحدی رو داشتن و ما میتونیم به مدل سوریه مراجعه بکنیم و میبینیم که شیوه سرکوب و همکاری این دو با یکدیگر اون فاجعه رو در سوریه به بار آورد و همینطور ما میتونیم به قزاقستان در چندین ماه گذشته، در زمستان گذشته مراجعه بکنیم وقتی که قزاقستان دچار شورش داخلی شده بود یا خیزش داخلی شده بود و از روسیه کمک خواسته بود و در اینجا کاملا مشخص هستش که از نوع خشونت جمهوری اسلامی به نوعی دنبال روی روسیه هستش و این نوع همکاری با توجه به متنی که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران منتشر کرده، امنیتی و پلیسی در واقع قید کرده در خبر خودش تسنیم و من گمان میبرم که بیش فراتر از همکاری پلیسی بین جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه باشه.